البيع داد و ستد و معامله خرید و فروش الاصل في البيع الحل الجواز اصل در معاملات بر جواز و جایز بودنش هست ما لم يدخل فيه الظلم به شرط اینکه درش ظلم وارد نشه یعنی يتفق انسان مع اخر بدین سان که انسان با شخص دیگری به اتفاق برسه که یقول نعمل مع بعض با هم معامله میکنیم و انت لك الربح و انا علی الخساره مثلا و بدین ترتیب که فایده با تو باشه و ضرر با من باشه این ظلم هست فیقول الخساره تكون علی لا عليك میگه که ضرر بر من باشه و نه بر تو هذا ظلم لا يجوز این ظلم شمرده میشه و جایز نیست الثاني مما يبطل البيع دومین موردی که داد و ستد و خرید و فروش و معامله رو باطل میکنه الغرر والجهال ناآگاهی هست اقول لك بدین ترتیب که مثلا به طرف مقابل میگم تشتري هذا مني آیا این کالا رو از من میخری؟ انت لا تعرف ما هذا الشيء با طرف مقابل نمیدونه که اساسا کالایی که عرضه کردم چیه بکم و به چه قیمتی اقول به الف میگم به هزار تومان قد يساوي هذه القيمه وقد يكون اقل وقد يكون اكثر ممکنه که ارزش این کالا کمتر از این یا بیشتر از این باشه لا يجوز جایز نیست اقول لك تشتري جهاز الجوال الذي لي و بهش به طرفی مقابل میگم که من تلفن همراه خودم رو بهت میفروشم ايضا لا يجوز حتى اراه واعرف بدون اینکه كم يساوي این دستگاه تلفن همراه رو عرضه بکنم و بدون اینکه شناخته شده باشه و مشخصاتش معلوم باشه مگر اینکه عرضه بکنم و کاملا مشخص باشه و بعد به توافق برسیم الثالث الربا نوع یا مورد سوم که داد و ستد رو باطل میکنه رباست الا يكون فيه ربا و شرط صحت بی و داد و ستد اینه که درش ربا نباشه ابيع كيلو من الذهب باثنين كيلو من الذهب لا يجوز یک کیلو طلا رو با یک با دو کیلو طلای دیگر معاوضه و معامله میکنم این جایز نیست اذن ای تعامل اذا خلا من هذه الثلاثه الاصل فيه الجواز هر معامله و داد و ستدی که هر یک از این سه مورد درش نباشه و رعایت نشه اون معامله و داد و ستد باطل و ناجایز است الظلم نباید در داد و ستد ظلم باشه الغرر والجهاله نباید در معامله و داد و ستد فریب دادن و ناآگاهی از کیفیت معامله و مباحث مربوط به اون باشه والربا و همچنین معامله برای اینکه صحیح و درست باشه باید خالی از ربا باشه ای انسان یدعی فی ای معامله التحریم یطالب بالدلیل هر کسی ادعا بکنه که فلان معامله حرام و ناجایز هست باید دلیل شرعی هم داشته باشه بر ادعای خودش یأتی بالدلیل و الا الاصل فی المعامله الحل والله اعلم باید دلیل بیاره وگرنه حرفش قابل قبول نیست چرا که اصل در معاملات و داد و ستدها بر جایز بودن این هست مگر اینکه در نصوص بر حرمت اون تصریح شده باشه